اومدیم موزه پلیس کانادا. خب وارد شهر ریجاینا شدیم، ورودیشه، و امروز من دعوتم، چند روز من دعوتم خونه یکی از آشنایان دوستان و زحمت ایشون من دعوت کردم. خب تو مرکز شهر ریجاینا هستیم و دو تا جا رو پیدا کردم که حالا خوب بود و ارزش دیدن داشت. دارم میرم سمتشون، بریم ببینیم چه جوریه و شهرم ببینیم. شهر کوچیکیه، خیلی کوچیک نیست ولی کوچیکه، جمعیت آنچنانی نداره و بیشتر باد میاد توش، هوای بادی داره. ولی شهر زیباییه، یه پارک خیلی قشنگ و خیلی زیبا داره که قراره بریم اون پارک رو با هم دیگه ببینیم. و اینکه یه نکته خیلی جالب و خیلی سورپرایز داره تو پارک که اونجا رو هم بهتون نشون میدم. استادیومی که جلومون میبینین استادیوم تیم فوتبال ساسکاچوانه، یکی از تیمای معروف کانادا، باشگاهی کانادا. سلام، وقتتون بخیر. تو روز هشتم سفر تو شهر ریجاینا هستیم، اومدیم موزه پلیس کانادا و سنتری که یا جایی که پلیس ها آموزش میبینن، از تمام کانادا میان اینجا آموزش میبینن، سنتر اصلیشونه. یه جای خیلی باحال و جذابه. با من همراه باشین تو ادامه این مسیر. اون ساختمونه موزه است که الان داخلش میشیم و اونجا هم که میبینیم جاییه که برای آموزش افسران پلیس درست کردن، یه منطقه خیلی بزرگ. بریم ببینیم چجوریه داخل موزش. ماشینم اونجا خود روزهای پولیس شهر ورودی اصلیه موزه است. اینجا کانتری که داشت تیکت تهیه میکنم و این هم یونیفورم هاشون. Featuring royal blue shoulder straps. این قسمت موزه به شکل سینما خب ویدیو رو دیدم، در مورد رویال پلیس کانادا هست، هم اینجا که موزشه و هم این فیلمی که بود. خب رویال پلیس های کانادا فرق میکنن با پلیس های معمولی و خیلی سخته و خیلی مراحل مختلفی داره. بریم بقیه جاهای این موزه رو بهتون نشون بدم. خب
نقشه کانادا است توی سال 1873. برگونه واجه پولیس ها شروع به فعالیت کرد. درباره تاریخ اینجا، درباره تاریخچه پلیس صحبت کرده و دربارش توضیح داده و افراد و وسایلی که استفاده میشد اون زمان، مثل این تلسکوپ، یه هم تلسکوپ دوربینه لباس های اون دوران با این باتوما میزدن اون جنسشون چوبیه و هم دفترچه هاشون رو دقیقا همون دفترچه ها رو نگه داشتن. خیلی هم و این قسمت هم قسمت اصلا هست.